با سلام خدمت دوستان عزیز، جلسه چهارم کارگاه مطلب و در خدمت شما هستیم. تو این جلسه اهدافی که داریم میخوایم که پس هدف ما آشنایی با دستورات شرطیه، آشنایی با دستورات شرطی در مطلب است. انواع دستوراتی که داریم، البته اینا که خیلی بیشتر به کار ما میاد، یه سری دستور در واقع ایفه، یه سری هم در واقع دستور، حالا سویچ میگن، کیس هم بهش میگن، حالا با هم استفاده میشه، من میگم کیس. میخوایم ببینیم که این دستورات ایف و غیره به چه شکلی ازش استفاده میکن داخل برنامه نویسی. خب ایف خیلی جاها میاد چی میشه استفاده میشه. من اینو به خاطر که ایف رو خوب با هم یاد بگیریم میایم یک مثالی میخوایم با هم حل کنیم. پس مثال برنامه ای بنویسید که با گرفتن n ماتریس روبرو را تولید کنه. حالا این برای n مساوی با 5 هم رسم کرده. آ چیه؟ آی که ایجاد شده به این شکل. یک، دو، سه، چهار و پنج و بقیه سطر و ستون ها همگی صفر است. خب همینطور که ملاحظه میفرمایید، ما میخوایم در واقع اینو چیکار کنیم؟ ایجادش بکنیم. خب برای ایجاد این برنامه ما نیاز به این داریم. خب این اگر نیاز به شرط داریم، به ماتریس رو که نگاه کنیم همه صدر و ستونای صفره. خب اینو من خیلی راحت با دستور زیرویی که جلسه قبل گفتم راحت میتونیم محاسبه کنیم، ولی خب یه سری اینا که روی قطر اصلی هن، اینا که روی قطر اصلی هن، خب مقداراشون یه مقداری متفاوته و عدد داره. پس یک شرطی ما اینجا داریم، این شرط رو باید یه مقداری فکر بکنیم تا ببینیم که چطوری. نگاه کنیم این الان اینجا، یعنی این قطر اصلی، و قطر اصلی چه ویژگی داره؟ قطر اصلی ویژگی که داره صدر و ستونش برابره. یعنی چی؟ یعنی آیش با جیش برابره. پس من کافیه که یه شرطی بنویسم بگم اگر آی با جی برابر بود، یعنی من کافیه اینو بنویسم بگم اگر آی با جی برابر بود آنگاه چی بشه؟ اون آی آی و جی بشه چی؟ حالا هم میتونه آی بشه هم جی دیگه، تفاوتی که نمیکنه، درسته؟ پس آی آی و جی برابر میشه با چی؟ آی. به همین سادگی اینو باید حالا بیایم به زبان مطلب بنویسیمش. خب به زبان مطلب وقتی ما اینو میخوایم بنویسیم اینجوریه. ببینید یه ایف میذارید، ایف، خب بعد اینجا اون شرطی که میخوایم مینویسیم، شرط رو اینجا می نویسی، میای بازش میکنی، میبندیش، اند. خب اینجا دستورات لازم رو می نویسی، دستورات اینجا می نویسی. حالا چون یه دونه هست من فقط، پس اینجا دستورات حالا مثلا یک رو می نویسی اینجا. این میشه برای ایف. من اگه بخوام برای این بنویسم چی باید بنویسم؟ باید بگم ایف شرطمون چیه؟ آی برابر با چه؟ راجع به این فرمت های آی برابر با چه قبلا صحبت کردیم، همون چیزایی که توی وایل گفتم. پس ایف اگر آی با جی برابر بود، آی و جی چی بشه؟ آی و جی بعد بشه آی. حالا هم میتونه آی باشه هم میتونه جی باشه. خب قاعدتا وقتی شما اینو میخوای بنویسی و همه آی و جی ها رو چک کنی، نیاز به این داری که بیا همه رو چک کنی دیگه. یعنی چی؟ یعنی نیاز داری که در این جهت و در این جهت شروع کنی چی؟ حرکت کرد.
خب اگه بخوای در این جهت حرکت کنی، در واقع جی های شما باید تغییر بکنه از چی و آی های ما از چی تغییر کنه. خب مشخصه جی باید از یک بره تا اینجا پنجه که من دیگه میگیم ان، و جی من باید از یک بره تا ان. آی من چی؟ آی منم دقیقا باید از یک بره تا ان، چون مربعیه دیگه. خب بنابراین من نیاز به دو تا حلقه هم دارم که این شرط رو بذارم داخلش. پس بخوایم بهتر اینو ما بنویسم، این به تنهایی که نمیشه استفاده بشه، این باید بیاد داخل دو تا حلقه. چه حلقه هایی؟ این حلقه ها، اولیش در واقع، پس من یه فور دارم آی از یک تا ان، این یه فور اصلیه، یه فور دیگه هم میخوام که از یک تا دوباره ان. خب دیگه تموم شد، یعنی بدنی اصلیش رو نوشتیم برنامه رو، حالا بالاهاش رو چک میکنیم. ببین اینجا توضیح میدم، فور میشه آی از یک میاد تا ان. خب یعنی شما اینجا رو نگاه کنی، آی از یک، ردیف اول، ردیف دوم، ردیف سوم، ردیف چهارم تا آخر. وقتی که از یک میاد، حالا اول فور میشه یک، جی میشه یک، بعد جی از یک تا ان تغییر میکنه، یعنی تو ردیف اول وای میشه، همه اینا میره، بعد میاد بعد. هر ردیفی که میره، این شرطی که در واقع لازمه کار ما هست و بحث ما هست تو چیکار میکنه؟ چک میکنه. این چک میشه و مقدار دهی میشه. خب حالا بریم سراغ مطلب و اونجا پیش ببریم کارو. خب داخل مطلب من از قبلی ها باید استفاده کنم. MWS04 جلسه چهارم کد اول. خب عرض به خدمت شما، ورودی که ما داریم فقط از این رو من پاک کنم، ورودی که من دارم فقط n دیگه، n برابره بالا هم میدیم 5. خب می نویسم فور آی از یک تا n این اینتر فور جی از یک تا این اینت. خب پس ایف آی دو تا مساوی برابر با جی، یعنی اگر ایف با اگر آی با جی برابر بود، اگه یه دونه بذاری یعنی آی جی رو بریز داخل آی. خب پس ایف اگر اینجوری بود، آی و جی برابر با آی، حالا چون دو تاش هم یکی تفاوتی نمیکنه، ایف رو میبندم، اند رو میبندم، ببخشید ایف رو میبندم، فور اول رو میبندم، فور دوم. فقط اینجا ما آ رو فعلا ایجاد نکردیم، پس قبلش میگم آ برابر با دستوراتی که قبلا یاد گرفتم زیروزه، چون مربعیه فقط ان رو میزنم. خب من برنامه رو که ران کنم، خب این چرا اینجوری شد؟ این چون فقط این آ رو داره نشون میده، یه دونه سمیکالون میذارم اینجا. خود آ رو ببینین، میبینین که دقیقا همون چیزیه که من دنبالش بودم، آ برابر با 1 2 3 4 5. برای مقادیر بالاتر هم میتونین برنامه رو چک کنین، حتما اینجوری بنویسید بچه، یه قسمت اینپوت داشته باشین، تغییرات رو اونجا بدید و با بقیه چیزا دیگه کاری نداشته باشین. اگر هم میخواید برنامه رو رام میکنید ببینید، آ رو آخرش بذارید و مقادیری که میخوای بید. پس ببین خیلی کار سختی نبود، ایفی که نوشتیم به این شکل ما تونستیم در واقع مثالی که داشتیم رو با هم چیکار کنیم، حل کنیم. خب حالا بریم سراغ مثال دوم. مثال بعدیمونم دقیقا به همین شکله، پس اجازه بدیم من کپی کنم. خب البته چیز دادیم بنویسم که، خب
مثال برنامه بنویسید که با گرفتن n ماتریس روبرو را تولید کنه. این اینجوریه، او برابر با برای همون 1, 2, 3, 4, 5 تا اضافه اینا صفر نیست. همشو منهای 1. بچه این ماتریس هایی که این فرمه خیلی کاربرد دارن، خیلی وقتا ما تو حل معادلات مثلا تو محاسبات عددی اینا به اینا برمیخوریم. علتی هم که من دارم مثال میزنم اینه. خب حالا بریم رو بحث برنامه نویسیش. اینجا رو اگر دقت کنیم، ما اینجا یه شرط گذاشته بودیم، گفتیم اگر آی با جی برابر باشه بشه آی مساوی با جی. اینجا چی؟ اینجا هم همونه، منتها اگه نباشه چی؟ اگه نباشه بشه چی؟ منهای 1. اگر این شرط باشه که بشه آی، اگه نباشه بشه منهای 1. خب این خیلی راحت دیگه، شما در واقع به سادگی میتونین خب همین ایفی که من اینجا دارم، ببین ساختارش رو نگاه بکنید، همین ایفه، شما ایف رو میذاری خب به شرط دو اینجا مینویسید. دستورات آی، خب این یه else میذاری، میگه اگه این نبود در غیر این صورت دستورات دو end. به همین سادگی، یعنی من خب دیگه حالا اینم باید ببریم دوباره بزنیم داخل حلقه، این چیز بدیهیه ولی پس این شد. اینو می نویسیم وقتی که دوتا داریم، یه دونه else میذاریم بعدی رو می نویسیم. خب مطلبش چجوری میشه؟ ببین من دیگه همین رو سیو میکنم. خب گفتیم که n هفت اینجا، با بقیهش که کاری نداری. else یه else میذاری اینتر. خب اگه بود باید بشه چی؟ آیا آیو جی باید بشه منهای 1 دیگه، درسته؟ حالا پس حلقه ها که سر جاشونن، if آی با جی برابر بود آیا آیو جی بشه 1، در غیر این صورت بشه منهای 1 و ران. وقتی شما ران میکنی میبینی که سطر اصلی همشون یکن و این یکی ها شدن چی؟ منهای 1. خب این ماتریسی که ما مد نظرمون بوده تونستیم چیکار بکنیم؟ ایجاد بکنیم. حالا بریم یه مقداری مسئله رو پیچیده ترش بکنیم، یعنی بشه مثال بعدیمون صورتش دوباره همینه، فقط آ یه تغییراتی داره. خب آ چه تغییراتی داره؟ آ تغییراتی که داره به این شکله، آ برابر با میخوایم این دفعه اینا درسته 1, 2, 3, 4 و 5. خب این هم درسته، منهای 1 منهای 1، این هم که منهای 1 هن، همه این وریا 1 باشن به جای منهای 1. خب طبق اون چیزی که از برنامه نویسی و تو حلقه ها بلدیم، من پس اینا ببین الان بیام قشنگ شرط ها رو معلوم میکنیم. الان ببین اینا آی مساویس با جه، یعنی شماره ردیف و شماره ستون 1. این ناحیه بالا، این ناحیه بالا و این ناحیه پایین. این ناحیه بالا ستون هامون، اجازه بدید، این ناحیه بالا
ستون ها از ردیف ها بزرگتره. یه ناحیه دیگه این ور ایجاد کنیم، این ناحیه پایین در واقع با رنگ بنفش جداش کردم، اینجا در واقع آیمون از جیمون بزرگتره. پس میبینیم که اینجا ما الان سه تا شرط رو باید همزمان چکار کنیم؟ اعمال کنیم. این موقع خب دقیقا باز مثل این بالایی است که دارم براتون مینویسم، میگه if، خب شرط تو مینویسی، میگه اگه این بود، خب پس میشه دستورات یک. بعد میگه else if حالا این شرط، اگه این بود حالا میشه دستورات دو. بچه ببین هر چند تا دوست داشته باشین میتونین else if بذارید. خب یعنی دوباره میتونین اینجا بذاری else if شرطش و حالا دستوراتش تا آخر، آخرش دوباره یه else میذاری، اون که هیچ کدام از اینا نباشه میشه دستورات حالا آخری دیگه، حالا هرچی، و end میبندیش. حالا برای اینجا ما سه تا شرط داریم و یکیشو میذاریم تو if، یکیشو میذاریم تو else if، یکیشو میذاریم تو else، و به این ترتیب میتونیم برنامه رو بنویسیم، یعنی مادریسی که لازمه رو میتونیم تولیدش کنیم. پس من همون قبلی رو میام برای یه سیوت ازش میگیرم، els. خب من اینجا یه دونه، خب بعد بگیم که else if، خب شرطمون چی بود؟ شرطمون این بود که j بزرگتر از i باشه. اگه این برقرار بود اینجوری بشه، چجوری بشه؟ i و j بشه منهای یک دیگه، در غیر این صورت دیگه بشه یک. این ران که کردم درست شد، سطر اول اینا همه مثبتن، ببخشید این پایین همه مثبت یک، این بالا همه منفی یک، قطر اصلیمون هم که مشخص. پس تو این مثالی که با هم حل کردیم یاد گرفتیم که else، در واقع if، تنها if else و if else if ها چه تفاوت هایی با هم میتونن داشته باشن. فقط نکته که باید دقت کنید که else if ها رو هر چند تا دوست داشته باشیم میتونیم در واقع ادامه بدیم و مسئله رو پیش ببریم.